سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوایم با استفاده از یولو ورژن 7 بیایم آبجکت دیتکشن انجام بدیم و به خصوص تشخیص پلاک ماشین های ایرانی. من اول یه توضیح مختصری در مورد یولو ورژن 7 میدم، بعد میریم سر وقت اینکه یولو ورژن 7 رو استفاده کنیم. برای این کار از گیت هابش کلون میکنیم و مدل پری ترین شدهش رو اول استفاده میکنیم روی چند تا عکس و ویدیو، بعد میریم کار میکنیم ببینیم که چطور میتونیم یا یولو ورژن 7 رو ترین کنیم برای اون کاری که خودمون میخوایم، و اینجا مشخصا میخوایم برای تشخیص پلاک های ایرانی این کار بکنیم. بعدا توضیح میدم که دیتا ستش رو از کجا بیاریم، چجوری با دیتا ست ها کار کنیم و بتونیم یولو ورژن 7 رو ترین کنیم. این کارا رو ترین کردن و روی گوگل کولاب انجام میدیم که جی پیو داره، اما بقیه ویدیو رو من ترجیحم این بود که بریم رو سی پیو انجام بدیم، که وقتی بعد اینکه مدل رو ترین کردیم فایل مدل رو دانلود کنیم روی سیستم لوکالمون که اصلا جی پیو هم نداره، روی سی پیو بقیه کار رو انجام بدیم با یه فایل پایتون بتونیم آبجکت دیتکشن یا دیتکشن پلاک انجام بدیم. این نکته مهمش اینه که نشون بدیم که فقط حتما لازم جی پیو داشته باشین. خب برای ترین کردن خب خیلی بهتره که جی پیو داشته باشین چون سریعتر انجام میشه، اما برای دیتکت کردن کاملا بدون جی پیو انجام میدیم. اول روی عکس انجام میدم، بعد روی ویدیو انجام میدم، بعد با وبکم انجام میدم که ببینید وبکم به صورت یک کامرایی که تصویر لایو داره میگیره میتونید در نظر بگیرید و میتونیم با وبکم تشخیص پلاک انجام بدیم که یه گوشی تو گوشیم عکس پلاک ماشین رو میگیرم که شبیه سازی بشه. ببینید تشخیص پلاک ماشین بچه دو قسمته و اینو در نظر داشته باشید که چند تا تاپیک مختلف رو تو این ویدیو قراره بهش توجه کنیم. یکی همونطور که گفتم با یولو ورژن 7 آشنا میشیم و ازش استفاده میکنیم. دو، تشخیص پلاک دو بخش داره. یکی اینکه شما بتونید مدل یولویی بسازید که بتونه پلاک رو تشخیص بده، قسمت دوم این که اون پلاک رو بگیره تصویرش رو کراپ کنه و بعداً بتونه اون تصویر رو به مت تبدیل کنه، یعنی OCR. این یه بخش. یه بخش دیگه شما اگه بخواید توی ویدیو یا تصویری که از وبکم میگیرید تشخیص پلاک انجام بدید، نیاز دارید علاوه بر آبجکت دیتکشن آبجکت تریکینگ هم انجام بدید. خب این خیلی نکته مهمیه که آبجکت تریکینگ هم باید انجام بشه و آبجکت تریکینگ رو تو این ویدیو من توضیح نمیدم. از دیپ سورت استفاده میکنیم. دیپ سورت رو من تو این ویدیو توضیح نمیدم، توی ویدیو دیگه توضیح میدم که اگه لینکش رو این بالا ببینید یعنی ساختمش، اگه نبینید یعنی هنوز نساختمش، ولی به زودی میسازمش. ولی ازش استفاده میکنیم، میبینید که خیلی ساده است استفاده ازش و نهایتا توی ویدیو یا وبکم میایم پلاک رو تشخیص میدیم و مقدارش رو میخونیم. حالا یه مشکلی که این یولوها روی سی پیو دارن سرعتشونه، یعنی خب روی جی پیو ویدیو و دوربین خب خیلی سریعتر ران میشن، ولی رو سی پیو همیشه یه مقدار لگ داره و کنده و آخر ویدیو اونم بهتون میگم که چه کاری میتونیم بکنیم که یه مقدار سریع ترش بکنیم. پس اول در مورد یولو ورژن 7. بچه یولو ورژن 7 سال 2022 اومده و الان قوی ترین یولو موجوده از نظر سرعت و از نظر دقت. ببینید من توی این مقاله کامل در موردش صحبت کرده، این مقایسهشه با یولو ورژن 5، یولو ایکس، یولو آر. یولو آر و یولو ایکس هم سال 2021 اینا اومدن، ولی خب جدیدترینش همون یولو ورژن 7ه که از نظر AP یا Average Precision یا دقت بهتر از همشون داره عمل میکنه و از نظر Inference Time هم باز داره جزو کمترین هاست، یعنی هرچی کمتر باشه بهتره. خب پس خیلی قوی تره. شما ببینید یولو ورژن 3 سال 2018 اومد، یعنی جوزف ردمان این رو ساخت. بعد اون دیگه یولو ورژن 4 توسط افراد دیگه ساخته شد. یولو ورژن 1 و 2 و 3 توسط جوزف ردمان ساخته شد، بعد کشید کنار کلا از فیلد کامپیوتر ویژن، گفت این چیزایی که ما داریم میسازیم خیلی قدرتمنده و برای مصارف خوبی استفاده نمیشه و کلا کشید کنار.
بعد خب ورژن های مختلف شروع کرد ساخته شدن. ورژن 4 در فاصله زمان 2020 تا 2022، ببینید ورژن 4 5 6 ساخته شد، یولو آر، یولو ایکس، ولی نهایتا جدیدترینش همین یولو ورژن 7 و این مقالشه ترینبل بگ آف فریبیز. خب این مقالشه و کامل توضیح داده اینجا و اینم گیت هابشه. گیت هابش همین گراف رو داره، عملکردش رو نسبت به عملکرد ساب ورژن های مختلف نشون داده و اینکه چطور میتونید ازش استفاده کنید، چطور کلونش کنید و ازش استفاده کنید. یه چیزی هم که در مورد یولو ورژن 7 جالب و مهمه اینه که تعداد پارامتراش کمتر شده، یعنی یه مقدار سبکتر شده. ببینید یولو ورژن 4 64 میلیون پارامتر داره، یولو ورژن 7 36 میلیون و در نتیجه سبکتر شده با اینکه قوی تر شده. ببینید اینجا نوشته که 75% یولو ورژن 7 نسبت به یولو ورژن 4 75% پارامتراش کمتر شده و در نتیجه 36% قدرت کامپیوتیشن کمتری لازم داره، ولی 1.5% APش بیشتر شده، 1.5% اکورسیش بیشتر شده روی دیتا ست کوکو. و اگه تاینی هاشون رو مقایسه کنیم، یولو ورژن 4 تاینی با یولو ورژن 7 تاینی، پارامتراش 39% کمتر شده و کامپیوتیشنش 49% سبکتر شده. با یولو آر هم مقایسه کرده، یولو ورژن 7 نسبت به یولو آر 43% باز تعداد پارامتراش کمتر شده، 15% کامپیوتیشنش سبکتر شده و اکیورسیش هم باز از یولو آر بهتر شده و این نشون میده که خب این از همه مدل های موجود بهتره. حالا این مقاله اومده با یولو ورژن 5 هم مقایسه کرده و همینطور با یولو ورژن 6 هم مقایسه کرده و تو همشون بهتر عمل میکنه یولو ورژن 7. پس این از این یه مقدمه در مورد یولو ورژن 7 و بریم که ازش استفاده کنیم و کارمون رو شروع کنیم. پس دو تا کار مهم میخوایم تو این ویدیو بکنیم. اولا اینکه با یولو ورژن 7 هم کار کنیم، هم از مدل پری ترین شدهش استفاده کنیم و هم خودمون ترینش کنیم برای دیتکت کردن پلاک ماشین های ایرانی. و مورد دوم اینه که خب تشخیص پلاک رو میخوایم انجام بدیم که خیلی ها خواسته بودن که ویدیوشو بسازیم. خب ببینید، برای اینکه بتونیم یه دونه یولو تشخیص پلاک ماشین بسازیم، کاری که باید بکنیم اینه که یک یولو ورژن 7 پری ترین شده یا هر ورژنی که شما میخواید، من تو این ویدیو چون ورژن 7 رو تا حالا کار نکردیم با ورژن 7 کار میکنم، ولی شما با هر ورژنی که میخواید یک یولو پری ترین شده رو برمیداریم و یک دیتا ست آماده از عکس های ماشین ها که پلاکاشون لیبلاش مشخص باشه رو آماده میکنیم و روش ترین میکنیم. حالا من سرچ کردم، دو تا دیتا ست خوب پیدا کردم، یکی توی کگل، این لینکش رو براتون میذارم، این دیتا ست که عکس های حدود 433 تا عکس و خب دیدم که پلاکاش نسبتا شبیه پلاک های ایرانه. حالا مثلا این پلاکش یه مقدار فرق میکنه، ولی در کل پلاکاش خیلی شبیه پلاک ایرانه. با این ترین میکنیم و بعد یک دیتا ست جالب تر پیدا کردم از پلاک های ماشین های ایرانی که توسط یک خانومی به نام ساناز خلیلی توی کگل گذاشته شده و خیلی خوشحال شدم پیدا کردم این دیتا ست. و اینم حدود فکر میکنم این 880 تقسیم بر 2 400 تا اینم عکس داره. بعد ایشون عکس ها رو از شیپور برداشته، از اپلیکیشن یا سایت شیپور این عکس ها رو برداشته. برای همین یه مشکلی که هست، همه این عکس ها یک آرم شیپور روش دارن. امیدوارم مشکلی پیش نیاد. حالا من کاری که میخوام بکنم اینه که این دیتا ست رو با این دیتا ست مخلوط کنیم و یولوم رو همه این عکس ها ترین کنیم. خب من قبلا این دوتا دیتا ست رو دانلود کردم و توی این فولدر ها گذاشتم. این دیتا ستیه که عکس های پلاک های خارجی توشه. ببینیم چند تا از عکس ها رو.
ببینید واقعا همه جور پلاکی توش هست. خب این خوبیش اینه که خب یولومون یکم به ماشین و پلاک ها عادت میکنه و خب خیلی پلاک های مختلفی توش هست. دیتاس ببینید عکس ها انوتیشن هاش هم هست توی فایل XML. خب بچه ممکنه دیتا ستی که شما پیدا می کنید مثلا انوتیشنش برای یه یولو ورژن دیگه نوشته شده باشه. الان بهتون نشون میدم که چجوری خیلی راحت می توانید اینو تبدیل کنید. این هم اون یکی دیتا سته که پلاک ماشین های ایرانیه و امیدوارم همش پراید نباشه، چون هرچی تنوع ماشین ها بیشتر باشه. حالا اکثرا پرایده، ولی خب نکته اینه که ما بتونیم یه مدلی ترین کنیم که تشخیص بده و شما روش رو یاد بگیرید و بعد اینکه روش رو یاد بگیرید شما میتونید خودتون عکسای بیشتری پیدا کنید و اونا ترین کنید. حالا ما اینا رو میکس میکنیم بعد ببینیم چی میشه. پس ما این دوتا دیتا ست رو داریم. توی ویدیوی قبلی که با یولو ورژن 5 کار کردیم من روبو فلو رو بهتون معرفی کردم. الان با روبافلو یه کار متفاوتی میخوایم انجام بدیم. توی ویدیوی قبل با روبافلو اومدیم لیبل ها رو ساختیم، خودمون انوتیت کردیم، ولی توی این ویدیو ما فایل های انوتیشن یا لیبل ها رو داریم که همون فایل های XML هر عکسه. توی این ویدیو فقط میخوایم مرتبشون کنیم، دو تا دیتا ست رو میکس کنیم و به فرمت مناسب یولو ورژن 7 در بیاریم. من تو همین ورک اسپیس آبجکت دیتکشن هم یه دونه پروژه جدید ایجاد میکنم، ANPR IR. ANPR مخفف Automatic Number Plate Recognition، یعنی تشخیص پلاک ماشین. IR هم گذاشتم که یعنی پلاک های ایرانی. خب اینو بذاریم همین بمونه. باوندینگ باکسش رو میخوایم تشکیل بده، تشخیص بده. باوندینگ باکس همون باکسیه که دوره اون آبجکتی که مورد نظر ماست میکشه. و اینجا بنویسیم نمبر پلیت، به پلاک ماشین نمبر پلیت هم گفته میشه، لایسنس پلیت هم گفته میشه، کار نمبر پلیت. خب حالا بچه ببینید اینجا هم میتونید عکس خالی بذارید، عکس خالی دراپ کنید بریز، همون کاری که تو ویدیو قبل کردیم، عکس همونو گذاشتیم بعدا انوتیتشون کردیم. هم میتونید عکس هایی که لیبل هاش هم همراهش رو اینجا بریزید. فقط توجه کنید که عکس هاتون و لیبل هاتون یه اسم داشته باشه. ببینید یه اسم دارن و با اون یکی فولدر متداخل نداره. اینا یه سیستم نامگذاری متفاوت دارن، اینا یه سیستم نامگذاری متفاوت. خب پس بیام اول اینا رو بریزیم. ایمیجز بچه زیر 1000 تا عکس من فکر میکنم رایگان این سایت. ما الان 400 تا تو این دیتابیس داریم، 400 تا تو یکی فکر نمی‌کنم برسه به بالای 1000 تا، ولی ببینیم چی میشه. خب حالا من هم عکس ها رو می‌ریزم این تو، هم انوتیشن ها رو. خب ببینید الان داره انوتیشن ها رو به عکس ها ربط میده، خودش داره انوتیشن هر عکس رو خودش پیاده میکنه و این خیلی واقعا سایت جذابیه. خب بعد اینکه این تموم شد اون یکی دیتا ستمون رو کار میکنیم، اون یکی دیتا ستمون رو درگ اند دراپ میکنیم. بچه یه نکته خوبی هم که این سایت داره، بعضی وقتا بعضی انوتیشن اگه خوب نباشه بهتون میگه که انوتیشن یکم خارج کادر عکس بود، ما درستش کردیم براتون. میگم اوکی. خب الان 304 تا عکس داریم، بقیه عکس‌ها رو هم از این دیتا ست ماشین‌های ایرانی بریزیم. اینجا ببین ادامه‌شو داره کار می‌کنه. ماشین‌های ایرانی هم الان قشنگ لایسنس پلیتش رو تشخیص داد. خب خیلی خوبه. این عکسامون داره هی بیشتر میشه، عکسای این دیتا ستمون. حالا من تو ویدیوی قبلی بعضی دوستا که تشخیص پلاک می‌خواستن گفتم که بیایید با هم یه دیتا ستی تشکیل بدیم خودمون، که حالا بعداً این دیتا ست رو پیدا کردم، فکر می‌کنم حالا حداقل برای نشون دادن اولیه کار خیلی خوب باشه. خب الان پس 741 تا عکس داریم که همه‌شون هم انوتیشن دارن. برید فینیش آپلودینگ رو بزنیم. من میگم که 10% رو این دفعه، الان چون تعداد عکس هامون خوبه،
10% رو برای تست برداریم و 20-70 بقیه ولیدیشن. ترسم تو این 10 تا تو این 10% پلاک ایرانی نیفته، چون ما تمرکزمون پلاک ایرانیه. حالا بذار اوکیش میکنیم، بذار این من اینو همین این دفعه با این حالت بریم، چون تو همه ویدیوهای قبلی ما تست تو حذف کردیم، ولی خیلی مهمه تست داشته باشیم. 10% تست بذاریم، بقیه رو بین ولیدیشن و ترینینگ. این الان خوبه. خب پس من فینیش آپلودینگ رو زدم، درصد های تقسیمش بین تست و ولیدیشن رو انتخاب کردم. خب تا این آپلود میشه من بیام توی کلاب یک شروع کار رو انجام بدیم. اول کاری که بکنیم بیاین جی درایو رو یا گوگل درایومون رو آپلود کنیم. حالا من ترین کردنش روی کلاب انجام میدم، ولی شاید مثل ویدیوی قبلی برای دیتکت کردن بریم روی لوکال. خب این الان ماونت شد جی درایومون. کار بعدی که باید بکنیم، ببینید، باید از گیت هاب یولو ورژن 7، ببینید این گیت هاب یولو ورژن 7، این اون چارت معروفی که همه یولو ها دارن و عملکردش رو نسبت به یولو های دیگه نشون میده. ببینید توسیه یولو ورژن 5، بنفشه یولو ورژن 7. خب این نشون میده که اگه هر چقدر توی این محور بالاتر بره دقتش بیشتره، هرچی توی این محور سمت چپ بره سریعتره، و این هم بالاتره هم چپتره تو بعضی موارد، و این نشون میده که خب یولو ورژن 7 توی سری موارد بهتره. روی دیتا ست کوکو ترین شده. بعد اینجا تو این جدول اومده گفته که برای تصویر 640 این درصدهای اکیورسیشه یا اوریج پرسیژنشه با 75% کانفیدنس سکور، اما اینا روی کوکو دیتا ست، یعنی شما فکر نکنید اگه روی دیتا ست خودتون ترین کنید این نتایج به دست میاد، قطعا خیلی بهتر از این خواهد بود. و این هم زمانی که طول میکشه برای یک بچه 32 تایی. خب و این هم یه جورایی بهتون یاد داده که چجوری ازش استفاده کنید، چجوری باش ترین کنید و اینجوری. خب پس این گیتابش رو میایم کلون میکنیم با این دستور و میریم داخل یورل ورژن 7. از فایل requirements.txt، ببینید requirements.txt همه پکیج های پایتونی که لازمه رو نصب میکنیم و بعد روبوفلو رو اینستال میکنیم. حالا الان بهتون میگم که برای چی باید روبوفلو رو اینستال کنیم. خب این الان داره پکیج ها رو نصب میکنه، گفته که باید ران تایمتون رو ریستارت کنید که اینایی که نصب شده بتونن خوب عمل کنن. خب من الان ران تایمم رو ریستارت کردم، جی پی یو من وصله و اوکی شد. خب فقط من باید ببینم لیبل بقیه عکسامون چجوریه. ببینید مثلا ما یه همچین اسم پلیتش این کار گذاشته، در صورتی که باید نمبر پلیت میذاره، یعنی به جای اینکه اسم این لیبل رو پلاک بذاره ماشین گذاشته. بذارید ببینیم توی این خارجی، این ببین لایسنس گذاشته اسمشو. حالا این دوتا کلاس تشخیص خواهد داد و این مشکل ساز میشه. من میخوام چون دوتا دیتا ست مختلف داشتیم، تو یکی لیبل پلاک ها اسمش لایسنسه، تو یکیش لیبل پلاک ها اسمش کاره، و این مشکل ایجاد میکنه چون یولو اینو به عنوان دوتا کلاس مختلف میشناسه، در صورتی که ما یک کلاس فقط میخوایم دیتکت کنیم، اونم پلاکه. اگه بتونیم اینجا عوضش کنیم، modify classes، آها ببینید اسم اینم بذاریم لایسنس. خب یعنی اون اسم کلاس کار رو هم عوض کردیم به لایسنس. خب ابعاد عکس هم همین باشه. کانتینیو. ببین اوگمنتیشن هم میتونیم انجام بدیم که عکس هامون بیشتر بشه. خب مثلا یک اوگمنتیشنی که میتونیم بکنیم فلیپ، ولی فلیپمون فقط باید هوریزونتال باشه نه ورتیکال. اینم خوبه، مقدار خیلی کم، یعنی یه ذره عکس رو میکشه این ور اون ور. به نظرم اینم خوب باشه. خب اینم کافیه. جنریت. الان 1000 خورده ما عکس داریم که میتونیم مدل یولو ورژن 7 پری ترین شدمون رو با اینها ترین کنیم. پری ترین شده یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یک مدل از گیت هاب یولو ورژن 7 که روی دیتا ست کوکو ترین شده رو
بر می داریم که خیلی قویه و خیلی کلاس ها رو می شناسه، ولی چون تو کلاس هایی که کوکو دیتا ست داره پلاک ماشین نیست، خودمون باید اینو پری ترین کنیم یا ترانسفر لرنینگ کنیم روی دیتا ست مد نظر. خب الان این داره دیتا ست ما رو ایجاد میکنه. الان عکس هایی که ما آماده کردیم اینجا 1000 خورده عکسه و ما میتونیم چجوری از این استفاده کنیم، اکسپورتشون کنیم. اینجا باید انتخاب کنید از کدوم یولو میخواین استفاده کنیم. ما از یولو ورژن 7 پای تورچ میخواییم استفاده کنیم و اگه از کلاب استفاده میکنید شو دانلود کد رو بزنید، خیلی راحت تره. اما اگه لوکال کار میکنید در هر صورت میتونید از این استفاده کنید، ولی اگه ترجیح میدید دانلودشون کنید این دانلود زیپ تو کامپیوتر بزنید. من شو دانلود کد رو میزنم. الان این پیپ اینستال روبو فلو رو که انجام دادیم، من فقط اینجاشو کپی میکنم. حالا ببینید روبو فلو الان به چه درد ما میخوره. بریم داخل فولدر مای درایومون، فولدر یولو ورژن 7، که داخل همین فولدر روبو فلو رو ایمپورت میکنم و این یه کدی به ما داده و یک API کی داده که با استفاده از اون بتونم اون دیتا ستی که تو روبو فلو ساختم رو بیارم داخل این محیط. دیتا ست رو دیگه خودش برامو میسازه. ببینید من برم توی یولو ورژن 7، خودش دیتا ست رو برام میاره. ببینید الان داخل این فولدر همه فولدر تست، فولدر ترین، فولدر ولیدیشن همه رو من دارم، فایل YAML همه اینا رو دیگه خودش اتوماتیک آورد اینجا. خب الان برای اینکه من بتونم فایل یولو ورژن 7 رو مدل پری ترین شدهش رو بیارم و اون رو ترین کنم، اول باید ورژن پری ترین شده یولو ورژن 7 .pt، این یعنی ویت های مدل یولو ورژن 7 مونه، اینو باید از دانلود کنیم از این مسیر و بیاریمش توی این مسیری که حالا مسیرش خودتون مشخص کنید کجا بیاره، ولی من میخوام بیا تو فولدر یولو ورژن 7م. ببینید بچه این الان داره ویت های یولو ورژن 7 رو دانلود میکنه. اینجا شما میتونید مثلا بذارید یولو ورژن 7x. هر مدلی میخواید از ورژن 7 ترین کنید اینجا کافیه همون رو بنویسید. خب این الان کامل شد. الان باید از فایل train.py که توی همین فولدر یولو ورژن 7 ببینید train.py میایم میگیم که پایتون train.py بچ سایزتون رو مشخص میکنین. حالا من 16 میذارم. تعداد ایپوک ها که مثلا چند تا ایپوک ترین بشه، ما همین 50-60 تا بذاریم ببینیم چجوری ترین میشه، عملکردش چجوریه. دیتا ست لوکیشن ما اینجاست، پس مسیر فایل های دیتا ست ترینینگ هم اینجاست تو این فولدر. فایل YAML هم هم تونه. بچه فایل YAML چیه؟ بیاییم ببینیم تو شو. فایل YAML مهمه توی ترین کردن. این نشون میده که ما فولدر ترینینگ و ولیدیشنمون کجاست و همچنین چند تا کلاس داریم. الان ما یه دونه کلاس داریم اسمش هم لایسنسه. خب این پس مهمه. ما این رو میدیم به این دستور و ویت هامون همین یولو ورژن 7.pt که اینجا دانلودش کردیم، با استفاده از این دستور دانلودش کردیم. دیوایس صفر هم اینه که تو جی پیو ران میکنه. الان من اینو ران کردم، این شروع میکنه به ترین کردن. ببینید اولا نشون میده که لرنینگ ریتش 1/100، مومنتومش اینه، ویت دیکیش اینه. خب اینا هایپر پارامیترهای تخصصی که با اون ترین شده و الان داره روی دیتا ست جدیدی که ساختیم ترین میکنه. این هم ساختار مدلتونه، یعنی شما این یه کانولوشنال دارید، کانولوشنال دارید که 32 تا فیلتر کانولوشن لیر دارید، بعد کانکاتنیشن دارید، مکس پولینگ داریم. خب این نشون میده که آرکیتکچر مدلمون CNNمون چیه تا اینجا. و بعد اینکه این اطلاعات رو نمایش داد شروع میکنه به ترین کردن روی عکسامون. الان اپوک اوله. چیزی که برای ما مهمه این لاس باکسه، این لاس آبجکته، یعنی اینا هرچقدر کمتر باشه بهتره. و این MAP mean average precision نیم، mean average precision 95% mean average precision 95% یعنی چند درصد کلاس ها تشخیصشون با اطمینان بیشتر از 95% درست بوده. خب اینا هرچی بیشتر باشن بهتره، الان خیلی کمن اینا. حالا بذاریم این ترین بشه. وقتی ترین شد ببینید الان
سرعتش رو جی پی یو گوگل کلاب یه ایپوکش 2 دقیقه طول کشید. حالا بذاریم کل اون 50-60 ایپوک ترین بشه، بعد دوباره میام. خب ترینینگ الان تموم شد، 55 ایپوک کلن 1.5 ساعت طول کشید و ویت های مدل یولو ورژن 7 که ترین کردیم آخرین ویت هاشو توی این مسیر سیف کرده با اسم last.pt، بهترینشو توی این مسیر ها. الان توی فولدر یولو وی 7 توی رانز توی ترین اکسپریمنت، خب اینها عکس هایی که عمل کرده مدل شما رو نشون میده. حالا من بخوام بذاری من اینجا نشونش بدم که راحت تر باشه. با دستور آی پایتون دیسپلی خب خیلی راحت میتونیم اینا رو نمایش بدیم. این F1 کروه که نشون میده اکورسیمون چطور بوده. مثلا همش رو بخوایم نشون بدیم، ببینید این PR کروشه، نسبتا خوبه، این کانفیوژن ماتریکسشه. پس شما این اطلاعاتش رو میتونید ببینید. یه سری عکسای تست هم اومده براتون انجام داده. حالا ببینید بچه ها، یه توضیح بهتون بدم. توی این دیتا ست ما این اومد از فولدر ترینینگ ست و ولیدیشن ست، فقط برای ترینینگ و ولیدیشن مدل استفاده کرد، یعنی فقط با عکسای این دوتا فولدر کار داشت، اما عکس های فولدر تست رو هنوز ندیده تا به حال. مثلا یه همچین عکسی رو تا به حال ندیده. حالا ما میتونیم بیایم ببینیم روی این عکس های تست چجوری عمل میکنه. برای دیتکت کردن با مدلی که ترین کردیم از دستور پایتون detect.py استفاده میکنیم. بعد باید مسیر ویت ها رو مشخص کنیم. ویت های ما داخل، الان نشونتون دادم، داخل فولدر runs train exp weights ما best.pt رو برمیداریم، یعنی بهترین ویت هامون رو best.pt. این مشخص میکنه حداقل اطمینانش چقدر باشه برای تشخیص، بذاری همین بمونه. و این آدرس عکساتونه، عکسای ما تو فولدر تسته. فقط من اسم فولدرم anpr.ir اینو درست کنم. الان اینو ران کنم، شروع میکنه روی همه عکسای داخل فولدر تست دیتکت میکنه. خب الان نتیجه دیتکت کردن روی این عکسای تستمون توی فولدر اکسپریمنت 2 detect.experiment2 ببینید runs detect.experiment2 این عکس ها توش سیف شدن. بذاریم یکی یکی ببینیم، ببینیم درست دیتکت یعنی نه. بچه این عکس های تستن، عکس هایی که مدل هیچ وقت قبلا ندیده. ببینید کامل درست دیتکت کرد. بعدی پلاک ایرانیه ولی اصلا ببینید کج کوچیکه، باز خوب دیتکت کرده. خب نصفه تو عکس بازم دیتکت کرده. ببینید پس خیلی مدل خوبی ساختیم واقعا، توی هر مدل عکسی تونسته دیتکت کنه. خب توی هر کدوم هم نوشته که کانفیدنس اسکورش چنده. البته رنگش خیلی بده، شاید نبینید. این نوشته 40%، 14% یا 40% مطمئنه که این پلاکه. اینجا 46% مطمئنه، اینجا 44%. اینا خارجی هن، ماشینای پلاک های خارجی رو هم تشخیص میده. خب معمولا نمیدونم چرا حالا توی 40% مونده. حالا شاید عکسای بیشتری بهش بدید اطمینانش بیشتر بشه و رزولوشن بعضی عکسا خوب خیلی پایینه. خب پس ببینید این ما یه مدلی ترین کردیم که میتونه تشخیص بده اون پلاک کجای عکسه. حالا مرحله دوم کار چیه؟ مرحله دوم کار اینه که اون عکس پلاک رو استخراج کنیم و بتونیم از روی اون عکس پلاک تشخیص بدیم که متن شماره پلاک چیه. خب بچه ها ببینید، من میخوام ادامه پروژه رو بریم روی CPU سیستممون انجام بدیم بدون استفاده از GPU. تا اینجا بهترین روش اینه که مدلتون رو روی GPU ترین کنید، سریع تر باشه. این روی GPU 1.5 ساعت طول کشید، قطعا عکسای بیشتری داشته باشید بیشتر طول میکشه. اما ترینینگ رو روی جی پی یو انجام بدید، بقیهش رو بریم روی سی پی یو انجام بدیم که روی اکثر سیستم ها قابل انجام باشه. برای این کار بیاید مدل ترین شدمون رو ببینید. این مدل ترین شدمونه توی رانز
ترین اکسپریمنت دو ویتس. بست رو من دانلود میکنم. بعد اینکه بست رو دانلود کردیم دیگه از اینجا به بعد میتونیم گوگل کلاب رو ببندید یا جی پی یوتون رو ببندید و بقیه کارا رو بریم توی وی اس کد روی سیستم لوکال انجام بدیم. الان ویت های من دانلود شد، دیگه بریم روی وی اس کد لوکالمون کار کنیم. خب من این فایل best.pt یعنی ویت هایی که ترین کردیم و دانلود کردم، الان روی سیستممون دوباره باید این گیتش رو کلون کنیم، کلون گیت و ریکوارمنتش رو نصب کنیم. بهترین کار اینه که وقتی شما یک پروژه جدید ایجاد میکنید حتما یک ویرچوال انوایرمنت ایجاد کنید، چون وقتی یک پروژه جدیدی میسازید برای اینکه میایید کلی پکیج از ریکوارمنت اون پروژه نصب میکنید با ورژن های اون تداخل نداشته باشه با پکیج های یه پروژه دیگه تون. ببینید من یه فولدر ساختم به اسم یولو V7 و داخل اون فولدر میخوام یه ویرچوال انوایرمنت بسازم، اسمش هم میذارم ونو7 که بدونم این ویرچوال انوایرمنت یولو 7 همه. خب این الان ویرچوال انوایرمنت ساخته شد. برای اینکه اکتیویتش کنم، اینا خب برای ویندوز، برای لینوکس شما میتونید ببینید چه جوری انجام میشه. بیام اکتیویتش کنم. خب این نشون میده که ویرچوال انوایرمنت هم اکتیویت شد. یولو ورژن 7 رو کلون میکنم. ببینید توی فولدر یولو وی 7 هم یه دونه فولدر ویرچوال انوایرمنت هم هست، یه دونه هم این فولدر یولو وی 7 که الان کلون کردیم. خب بعد میرم داخل فولدر یولو وی 7 هم و اونجا pip install -r requirements رو میزنم که همه پکیج های لازم برای یولو وی 7 رو نصب کنه ولی داخل این ویرچوال انوایرمنت هم. این ببینید بهتره فایل ویت هامون که دانلود کردیم و بریم تو هم فولدر ویت بذاریم، حالا فرقی نمیکنه این مسیری که میدید مهمه، اصلا هیچ مشکل نداره. میتونم یه فولدر ایجاد کنم ویت، اینو بذارم اینجا. خب الان این نصب شد کامل و ما میتونیم از این دستور پایتون دیتکت بتونیم دیتکت رو انجام بدیم. ببینید پایتون detect.py ویت هامون مسیری که بهترین ویت هامون توش بودن رو مشخص کردیم. کانفیدنس حداقلش 1/10 یا 10% باشه، میتونید تغییر بدین و سورس آدرس عکسی که میخوایم دیتکت کنه. بسیم برم تو فولدر یولو وی 7. این رانز رو اینجا تشکیل داد، خیلی جالب نشد. خب انجام شد و نتیجهش داخل رانز دیتکت این فولدره. ببینید الان تو این عکسمون دیتکت کرده لایسنس پلیت رو و این ران کردنش از طریق ترمیناله، ولی ما میخواییم یه کد پایتون بنویسیم که کامل از صفر بیایم توی یک کد پایتون اولا پلاک رو تشخیص بده و بعد از طریق OCR متنش رو تشخیص بده. یه کارهایی قبل اینکه شروع استفاده ازش بکنم باید انجام بدم. ببینید من یه فولدر درست کردم ANPRIR. یه فولدر دارم که حالا عکس ها یا ویدیوهایی که میخوام باش دیتکت کنم، حالا مهم نیست اینجاش کجا باشه. یه فولدر هم تشکیل دادم که حالا میبینید اصلا اینا خیلی چیز مهمی نیستن، اینا فولدرهایی که ما داریم. اولا اینکه قرار شد فایل های دیتکشنمون رو توی فایل پیوای بنویسیم. من الان کد هایی که نوشتم توی این فایله الان یکم بعد بهتون نشون میدم. فعلا ساختار فولدرها رو میخوام ببینید. اینو داخل همین فولدر یولو وی 7 که ایجاد شده بندازید. یه فونت یکان هم حالا بعدم میفهمید چرا بذارید توی فولدر یوتیلز. ببینید داخل یولو ورژن 7 توی فولدر یوتیلز. اینا رو همش یکم بعد بهتون توضیح میدم برای چی. خب فکر میکنم الان خوبه همه چی. پس یه دونه ویرچوال انوایرمنت ایجاد کردیم، لایبرری های نازم رو نصب کردیم، گیت هاب یولو ورژن 7 رو کلون کردیم، یه سری فایل ها توش گذاشتیم و الان میایم توی وی اس کد ازش استفاده کنیم. ببینید
من توی فولدرم ببین اینا رو دارم، بیام این فایل پیوایی که اینجا گذاشتم باز کنم ببینم چجوریه. خب اولا روش بهتر برای باز کردن این فایلمون توی VS Code اینه که شما تو فولدرش Virtual Environmentتون رو فعال کنید و اینجا با نوشتن کد نقطه بزنید و این براتون باز میشه. خوبیش اینه که دیگه محیط پایتونتون هم درست باز میکنه، همون Virtual Environmentتون باز میکنه. حالا اگه باز کردید و خواستید مطمئن شین که با ویرچوال انوایرمنتتون داره ران میکنه، این قسمت می نویسه کدوم پایتون رو داره ران میکنه، اگه نوشت وی این وی یعنی درسته و میتونید اینجا هم با کلیک روش چک کنید که توی ویرچوال انوایرمنت هست. اگه نه با اینجا اینتر اینترپرتر پت مسیر وی این وی تون رو میتونید وارد کنید. حالا که مطمئن شدیم داره توی ویرچوال انوایرمنت ران میکنه، بیایم کد رو بررسی کنیم ببینیم که چه قسمت هایی داره. ما اکثر پکیج ها رو با دستور requirements اینستال کردیم. چند تا پکیج دیگه هم توی virtual environmentتون باید نصب کنید که توی requirements یولو ورژن 7 نبود. اونم پکیج های مربوط به OCR مون هست. یکی PyTesseract، با pip install PyTesseract نصبش کنید. EasyOCR، pip install EasyOCR و دیپ سورت ریل تایم. دیپ سورت ریل تایم مربوط به آبجکت تراکینگ دیپ سورته که گفتم توضیح دادم برای ویدیو باید از دیپ سورت استفاده کنیم، آبجکت تراکینگ استفاده کنیم. فرقش با آبجکت دیتکشن اینه که علاوه بر دیتکت کردن تو هر فریم میتونه به هر آبجکتی تراکینگ آیدی اختصاص بده و اونو تو فریم های مختلف دنبال کنه. بعد اینکه دیگه پکیج های لازم رو نصب کردید، این قسمت ایمپورت لایبرری هایی که لازم داریمه. من کد رو سریع بهتون توضیح میدم. این قسمت اومدم مسیر فایل و ویدیوهاییم که میخوام توی این دیتکت کنم رو مشخص کردم. این در واقع سایدباری که فولدر سایدباری که تشکیل داده بودیم برای اینکه چیزی خواستیم سیو کنیم، سیو پثمونه. این مسیر ویت هامونه best.pt. دیوایس آیدی مونم باید بذاریم CPU برای اینکه مشخصا از CPU استفاده کنه. اینجا میاد مدل رو لود میکنه و عکس رو مشخص میکنه. بچه این کدش اینجاهاش کدش اکثرش الهام گرفته از همین کد detect.py خود گیت هاب یولو ورژن 7. بیایم ریدرمون رو با ایزی او سی آر تشکیل بدیم که بعدن لازممون میشه و زبانش رو مشخص کردیم فارسی باشه. حالا اینجا یه سری فانکشن ها تعریف کردیم که میاد توی هر عکس یا اگه ویدیو باشه تو هر فریم اولا دیتکت میکنه با استفاده از مدلمون، اگه پلاکی توش ببینه دیتکت میکنه و مختصات اون پلاک رو و کانفیدنس اسکورش رو ریترن میکنه. اینا حالا فانکشن های برای تغییرات روی عکس هان. این قسمت مهمه که وقتی ما پلاکی رو دیتکت میکنیم، این دفعه فقط دیتکت نمیخوایم بکنیم، این دفعه میخوایم عددش هم بخونیم. یه تابم تعریف میکنیم OCR پلیت رو بیا بخون، یعنی وقتی عکس پلیت رو کراپ کردیم و دادیم به این تابه، بیاد با استفاده از فانکشن EasyOCR تکستش رو تشخیص بده. و حتی من به نظرم با پای تسرکت دیگه کار نکنیم، میتونیم اینو حذف کنیم، چون من چند بار امتحان کردم پای تسرکت اصلا خوب جواب نمیداد توی مورد. پس این ایزی او سی آرم میاد متن پلاک رو ریترن میکنه و اگه شما اینجا تابعی گذاشتین که کانفیدنس هم داشت اون تکستتون، اونم میتونه بده. البته اینم کانفیدنسشه، خب اینم بذاریم اینجا. حالا ما میایم یه تابعی تعریف میکنیم که اگه ورودیمون عکس بود، بیا عکس رو اولا تشخیص بده پلاکش کجاست و اون قسمتی که دیتکت کردی رو بیا کراپ کن و خود پلاک رو ببر و اون پلاکی که بریدی رو به تابع OCR plate بده، متنش رو بخون و بعد متنش رو با تابع plot one box peel نمایش بده روی خود تصویر. بچه ها این تابع plot one box peel خیلی مهمه، اینجا شو دقت کنید. این داخل فولدر یولو ورژن 7 همونی که کلون کردیم تو فولدر utils یه فایلی هست به اسم plots. اینجا ما چون متنمون فارسیه، اگه از تابع معمولی plot استفاده کنیم plot one box، علامت سوال نشون میده به جای حروف
و باید از تابع پلتفرم باکس پیل استفاده کنیم و اینجا شما بیاید اون فونت یکانی که کپی کردین یا هر جایی مسیرش هست مسیرش رو اینجا پس درست کنید وگرنه ارور میده. این هم یه کاری که باید انجام بدید و این برای ما نمایش میده. این برای عکسه. خب تابع ویدیو و وبکم هم الان توضیح میدم. حالا روی یکی از عکسامون بیایم اینو تست کنیم. این مثلا یکی از عکسایی که میخوایم روش دیتکت کنیم. بیا ببینیم چه جوری جواب میده. من مسیر عکسم رو و اسمش رو، مسیرش که اینجاست اسمشم دادم و آخر کد اینجا گفتیم که این عکس رو بخون و ورودی بده get flights from image و عکس خروجیش رو حالا هم سیو کن هم نمایش بده. خب ببینید این الان نمایش داد اینجا، ولی چون کوچیکه بذارید تو فولدری که سیو کرده من باز کنم که بتونیم زوم کنیم توش. خب ببینید نه تنها تشخیص داد پلاک رو، بلکه متنش رو سعی کرد بخونه و بالاش نوشت. حالا ببینید این ایزی او سی آر اینو برعکس نوشته، یعنی این 78 رو 47 نوشته ولی 247 99 رو درست تشخیص داده. حالا با استفاده از یک روش های اینم میشه درست کرد، ولی در کل نسبتا خوب خونده. فقط من فکر میکنم 8 و 4 خونده، نمیدونم. بیایم عکس مثلا بیایم این عکس هم ببینیم چه جوریه، این که از یه زاویه دیگه ایه. خب اینم از این تصویر که میبینیم متنشو یه دونه تا الف خونده و اصلا خوب نتونسته ایزی او سی آر متنشو خوب تشخیص بده با اینکه پلاکو تشخیص داده. این به خاطر اینه که این پکیج های مثل ایزی او سی آر پای تسرکت وقتی متنی کم کجه نمیتونن خوب تشخیص بدن و میبینید که متنو الف ت تشخیص داده. حالا من آخر ویدیو یه روش دیگه‌ای بهتون یاد میدم که خودتون بتونید یک متدی بسازید که بیشتر روش کار کنید و قوی ترش کنید. آخر ویدیو میبینید. بخش سوم ویدیو در واقع. خب این پس تشخیص عکس بود با دستور get place from image که ما فانکشنش رو تعریف کردیم. حالا اگه بخوایم از رو ویدیو بخونیم، یه تابع دیگه تعریف کردیم get place from video. اینجا میاد آدرس ویدیو رو میگیره، با استفاده از دستور cv.videocapture اونو میخونه، ویدس و هایتش رو اندازه میگیره، فریم پر سکندش رو اندازه میگیره و اینجا دیگه ویدیوه و با استفاده از پکیج دیپ سورت ما باید یک آبجکت تریکر تعریف کنیم. بعد اینکه آبجکت تریکر رو تعریف کردیم میایم فریم ها رو یکی یکی فریم های ویدیو رو میخونیم. الان تو هر فریم میدیم به دستور دیتکت پلیت مثل یه عکس و پلاک ها رو توش تشخیص میده و برای هر پلاک ما میایم اولا ترکش میکنیم، چون باید ترک بشه که بدونیم این پلاک فریم این فریم با فریم بعد یکی هستن یا نه، و به هر پلاک یه تراکینگ آیدی اختصاص میده. پس علاوه بر اینکه نوشته روش رو مینویسه یک تراکینگ آیدی هم اختصاص میده و با OCR plate متنش هم میخونه. خب حالا اینجا متن خروجیش اولا تراک آیدیش رو مینویسه و plate text رو مینویسه، plate confidence رو مینویسه. اینجا ببینید دیگه توی دستور پلات وان پیل بالای هر پلاکی که تشخیص میده ترک آیدیش هم مینویسه علاوه بر متنش. خب پس این تابع خوندن ویدیو و تشخیص پلاک روی اونه. پس بیایم اینا رو کامنت کنیم و با دستور ویدیو پث انجام بدیم. ویدیومونم یه ویدیوی کوتاهیه از یکی از خیابونای تهران. حالا یه سری ماشین ها هست، ببینید سرعت ویدیوه، ولی قطعا وقتی بخوایم تراکینگ انجام بدیم سرعت ویدیو خیلی میاد پایین. ببینید خب الان شروع کرده به دیتکت کردن و فریم به فریم میخواد بره جلو. خب سرعتش واقعا کنده، ولی ببینید میاد پلاک رو تشخیص میده توی ویدیو و اولین عدد مثلا توی این مثال 7ه. این تراکینگ آیدیشه، یعنی این پلاک تراکینگ آیدیشه. اگه خوب عمل کنه تا زمانی که این پلاک از کادر خارج بشه باید تراکینگ آیدیش 7 بمونه.
و بقیهش عدد پلاکه که ایزی او سی آر تشخیص داده. حالا ببینید توی فریم بعدی تراکینگ آیدی ثابت مونده ولی یه متن دیگه تشخیص داده. این تراکینگ آیدی ثابت میمونه. ولی خب متنی که ایزی او سی آر تشخیص داده واقعا خوب نیست و تو هر فریم تغییر پیدا میکنه. اینجا فقط 265ش درسته، بقیهش اشتباهه. برای همین این پکیج های ایزی او سی آر پای تسر اکت واقعا توی فارسی خیلی خوب عمل نمی کنن. مخصوصا وقتی اینجوری کیفیت تصویر خیلی پایینه که خب معمولا هیچ وقت ما نمیتونیم تضمین کنیم که کیفیت تصویری که از یه ویدیو داریم خوب باشه، ولی روشش اینه و شما میتونید با این روش پلاک ها رو توی ویدیو دیتکت کنید و با یک متد OCR که حالا ایزی OCR یکیشه و یک متد جالبتر که خودمون خواهیم ساخت آخر ویدیو بهتون نشون میدم با اون میتونیم انجام بدیم. و خب این سرعتش روی CPU خیلی کمه. شما اگر روی GPU ران کنید خیلی سریعتر ران میشه، ولی اگه مجبورید رو سی پی یو ران کنید، چون اولا مدلتون یکم سبکتر باشه، مثلا یولو ورژن 7 تاینی استفاده کنید، یا اینکه یه روشی که بعد امتحان وبکم بهتون نشون میدم. خب پس این ویدیومون، بیایم حالا با استفاده از وبکم ببینید. وبکم مثل ویدیوه، حالا ورودی نمیگیره، میاد وبکم رو میخونه، تصویر وبکم رو، و باز همینجوری یه دونه تراکر تشکیل میده و همون دقیقا روش ویدیو کاملا. حالا من برای اینکه وبکم رو بتونیم حالا یه ویدیوی لایو رو شبیه سازی کنیم، میام توی گوشی عکس پلاک ماشین رو میگیرم و اون رو نشون میدم. بذارید من این ویدیو رو قطع کنم. خب الان این پلاک رو تشخیص داد و اون متنی که فهم کنه متن پلاک رو بالاش نوشته. خیلی تشخیص متنش خوب نیست ولی خب تشخیص پلاکش خوبه. خب بچه یه چیزی که دیدیم که توی ویدیو و وبکم خیلی کند بود عمل کردش روی سی پی یو. چی کار میتونیم بکنیم برای این کار؟ خب ببین، اولا اینکه خب قطعا اگه جی پی یو بتونید استفاده کنید این کمک میکنه خیلی بهتر بشه. جی پی یو های انویدیا مثل RTX یا حالا همین جی پی یو های گیمینگ خیلی خیلی سرعت رو میبره بالا برای دیتکشن و میتونید به صورت لایو و ریل تایم دیگه اون لگ رو احساس نکنید. اگه جی پی یو نداشته باشیم فقط سی پی یو داشته باشیم چی؟ باز هم میتونید. یه روشش اینه که خب یه مقدار از مدل های سبکتر استفاده کنید، به جای یولو ورژن 7 از تاینی یولو مثلا استفاده کنید. ولی یه راه دیگه هم اینه که ما بیایم وقتی مثلا وبکم میخونیم روی همه فریماش این کار رو انجام ندیم، روی تا هر چند فریم یک بار این کار رو انجام بدیم. ببینید مثلا ویدیوها یا تصاویر کامراها FPS مختلفی دارن. FPS فریم پر سکنده، یعنی چند فریم بر ثانیه دارن. معمولا بین 20 30 40 50 60 فریم بر ثانیه هستن کامراهای معمولی، دوربینای معمولی. ولی دوربینای CCTV یا این دوربینایی که برای دوربینای امنیتی که گذاشته میشه، اینا کمتر هم هستن، اینا 10 یا 20 کمتر از 20 معمولا. برای یه سری کاربردها خب ما واقعا لازم نداریم که همه فریم های یک ویدیو رو بخونیم یا یک دوربین رو بخونیم. معمولا برای فیلمه که خیلی مهمه فریم بر ثانیه زیاد باشه، ولی برای کار ما میتونیم تعداد فریم کمتری بخونیم. چجوری؟ با اضافه کردن یه دستوری مثلا برای وبکممون. توی این قسمتی که ما لوپ رو شروع میکنیم میتونیم اینجا یه کدی بذاریم، یه پارامتر اینجا تعریف کنم، فریم کاونت اینو مساوی صفر بذارم و اینجا بگم که ایف مثلا من میخوام هر 5 فریم یک بار بخونیم، این میگه که باقی مانده این تعداد فریم ها تقسیم بر 5 اگه صفر نبود کانتینیو، یعنی میاد از هر 5 تا فریم یکیشو میخونه.
با این دستور ببینیم که چقدر سریعتر میشه کارمون. خب این حرف 5 فریم یک باره. یه مقدار سریعتر شد، ولی در کل این یه روش افزایش سرعتشه، ولی بازم میبینید اونطور که باید سی پی یو خیلی سریع نمیشه و نهایتا بهتر از جی پی یو استفاده کنید. پس دیدیم که هم تو این ویدیو هم تو ویدیوی یکی از ویدیوهای قبلی که مشخصا برای تبدیل عکس به متن ساخته بودم، دیدیم که این ایزی او سی آر و پای تسرک برای انگلیسی خوب جواب میدن، برای فارسی هم تا یه حدی خوب جواب میدن، تصویر که یه ذره کیفیتش بیاد پایین اینجوری خوب جواب نمیدن، مخصوصا الان دیدید که واقعا چقدر غلط غلط تشخیص میده. برای اینکه این مشکل رو حل کنیم، من میخوام یه راه دیگه امتحان کنیم، با استفاده از این لایبرری ها امتحان نکنیم، بیایم خودمون یه CNN ترین کنیم که بتونه تصاویر پلاک رو تشخیص بده، یعنی متن پلاک رو تشخیص بده، حروفش رو خودش تشخیص بده. برای این کار من اومدم یه دیتا سیتی ساختم از حروف و اعدادی که روی نامبر پلیت ها میشه پیدا کرد. ببینید یه سری اعداد هستن 0 تا 8، حالا اعداد میتونست عدد 4 به این شکلهای مختلف. الان بهتون میگم این دیتا ست رو چه جوری ساختم و شما اگه بخواید استفاده کنید چطور میتونید بهش دسترسی داشته باشید و چطور میتونید بهبودش بدید. عدد 8 انواع 8 های مختلفو داره. بعد حروف، حالا مثلا برای حروف فارسی ان اینا ب مثلا اینجوریه، بی با حرف بی مشخص کردم کلاسش رو و این خ. یه راه ساختن این دیتا ست اینه که شما بیاین تصاویر یه سری پلاک های آماده که دارید اینا رو ببرید حروفش رو، بعد دستی لیبل کنید و این کار رو برای همه حروف اعداد انجام بدید. خب این قطعا خیلی طول میکشه و حالا اگه وقتش رو داشته باشید، انرژیش رو داشته باشید میتونید انجام بدید، ولی من چون وقتش رو نداشتم سرچ کردم و یه گیت هاب جالبی پیدا کردم به اسم Iranian License Plate Recognition. ایشون آقای محمد ستاریان و امیر محمد قریشی، خب اینو ساختن. این گیت هاب برای اینه که شما بتونید خودتون پلاک مصنوعی بسازید. خب یعنی یه شماره رو مشخص کنید و پلاک مصنوعی بسازید. این برای چی خوبه؟ برای این که بتونید دیتا ست بسازید. اینا هدفشون این بوده که شما بتونید با استفاده از این کدی که قرار دادن دیتا ست بسازید. ببینید اینجا کدش هست generate plate که شما میتونید با استفاده از این کد دیتا ست های پلاک ماشین مصنوعی بسازید و حتی با نویز، با یه شبیه سازی کثیفی، با اعداد و حروف مختلف. من یه سریشو اینجا ساختم بهتون نشون بدم. ببینید مثلا این پلاک هایی که میشه با این کد ساخت و یه سری نویز رو بعضیاش میده، رو بعضیاش یه سری اگمنتیشن انجام میده، روتیشن اینا. خب پس شما میتونید یه دیتا ست خیلی عظیمی از این پلاک ها بسازید و لیبلش هم روشه 56 1 777. خب این پس به درد میخوره، یا حتی این قابلیت رو داره که پلاک های غیر معمول هم بسازید باهاش، مثلا پلاک دولتی که قرمز، پلاک ارتش، پلاک نیرو مسلح. خب یه سری تمپلیت های مختلف گذاشتن که روی این تمپلیت ها توی فولدر تمپلیت میتونید بمیدید. این تمپلیت حالا خودتون هم میتونید اضافه کنید. بعد یه سری فونت ها داره که با فونت های مختلف میسازه و نهایتا میتونید از این استفاده کنید برای چیز. حالا من یه ذره ساده ترش کردم این کد رو و توی دو تا جوپیتر نوتبوک اینا رو خلاصه کردم که چطوری میتونید از این گیت هاب استفاده کنید برای اینکه این پلیت ها رو بسازید. حالا من استفاده که از این گیت هاب کردم این نبود که پلیت رو کامل بسازم. من از این گیت هاب استفاده کردم که بیام یه سری حروف رو، ببینید من اینو نشونتون بدم، generate plates. خب من اینو فقط کد اونا رو ساده کردم به صورت یه جوپیتر نوتبوک درآوردم که قابل درک تر باشه و اینجا بعد اینکه اینا رو لایبرری ایمپورت میکنید و این چند تا سل رو ران میکنید، اینجا دیگه میاد اگه اینو ران کنید توی فولدری به نام اون فونتی که مشخص شده، مثلا اینجا رویا بولد، فونت رویا بولد انتخاب شده،
توی این فولدر همه اون نامبر پلیت ها رو به صورت رندوم خودش شماره ایجاد میکنه و نامبر پلیت ایجاد میکنه. خب من کد حالا براتون میذارم توی لینک ها. من حالا اومدم یه سری نامبر پلیت ایجاد کردم، بعد در واقع فقط قسمت حروفش رو بریدم و داخل فولدرهای مخصوص هر کدوم گذاشتیم، چون لیبلاش هم داریم دیگه، هر کدوم رو داخل فولدر خودش گذاشتم. حالا یه سری اینجا ناخالصی داره چون مثلا بعد بریده شده، ولی اینا یکم باشه بد نیست، چون ما بعدا عکس پلاکمون رو میبریم من باز یه سری قسمت های دیگه از حروف این ورورم قراره بیفته توش. پس من الان یک دیتا ستی از همام اعداد و حروف فارسی که ممکنه رو پلاک ببینیم دارم. بعد اومدم چیکار کردم؟ اومدم یه CNN ترین کردم که بتونه اینا رو دستبندی کنه، خب بتونه اینا رو تشخیص بده، و یه CNN خیلی ساده، چون این دیتا ستی که ما داریم در حد همین امنیست دیجیتس یا امنیست فشنه و خیلی CNN ساده ای لازم داره. ببینیم عکسامون الان اینجا حروفمون ابعادش مثلا تقریبا 36x70. من اومدم همشون رو ریسایز کردم به سایز 64x64. بعد اومدم با استفاده از این کلاب نوتبوک، ببینید اینا حالا تعریف فولدراشه که کجا باشه، این تعریف کلاس نیم هامونه، کلاس نیم هامو 0, 1, 2, 3, 4 عداده، بعد الف ب، حالا به خاطر انگلیسی مثلا عین، حرف عین رو اینجوری نوشتم، حرف قین رو اینجوری نوشتم، خب که برای خودمون قابل تشخیص باشه، این ه جیمیه، این ه دو چشم، مثلا اینجوری علامت گذاشتم برای هر کدوم که بفهمم. بعد اومدم این ترین ایمیجا و ولیدیشن ایمیجا رو به صورت فرمت امنیست دیجیتس مرتب کردم و اینجا مدل رو تعریف کردم. بچه ببین مدل خیلی ساده ایه، یعنی اصلا CNN هم نیست، اومدیم تصاویر رو فلتن میکنیم به صورت یک آرایه بودی و از دو تا دنس لیر استفاده میکنیم، بعد اپتیمایزر آدم و اسپارس کاتگوریکال کراس انتروپی، این لاسش مهمه، و 200 ایپوک من ترین کردم رسید به دقت نزدیک 100%. بعد اومدم این مدل رو سیو کردم و دانلودش کردم. پس من اومدم یک دیتا ستی روی اینها، روی این ترینینگ ستی که دارم، ترین کردم که خودش بتونه اعداد و حروف رو تشخیص بده. ببینید اینم کانفیوژن ماتریکس مدلی که ترین کردم، میبینید که واقعا خوب عمل کرده، حالا بجز بعضی موارد، تو بقیه موارد خیلی خوب عمل کرده، یعنی خوب ترین شده. بیایم چیکار کنیم؟ بیایم روی سری تصاویر این مدلمون رو تست کنیم، اول ببینیم که در مقایسه با پای تسرک این چه جوری جواب میده. یه سری عکسای پلاک ها رو بیایم یه تستی بزنیم ببینیم واقعا از روشمون میشه استفاده کرد یا نه. البته قبل اینکه اون کارو انجام بدیم من یه کدی هم نوشتم، اینو بهتون بگم. بعضی پلاک ها خب ممکنه حالت یه مقدار چرخیده باشه یا مایل باشه، من یه کدی نوشتم که بتونه زاویهش رو تشخیص بده و بچرخونه صافش کنه. ببینید این کد رو که بذاری من توابع، خب یه سری توابع تعریف کردم. اولا میاد تو اون عکس خطوط این عکس رو تشخیص میده، خطوط این عکس رو، مثلا ما پلاکی که داریم فرض کنید این شکلیه، میاد خطوط این خط اینجا و خط اینجا رو با استفاده از این تابه و دست دستور، اول از کنی اج دیتکشن استفاده میکنه و از دستور cv.whoLines میاد خطای تصویر رو تشخیص میده. بعد که خطای تصویر رو تشخیص داد، میاد طولانی ترین خط رو پیدا میکنه و زاویه اون خط رو محاسبه میکنه با آرک تانژانت، بعد با اون زاویه که پیدا کرده تصویر رو همونقدر میچرخونه. اگه تو ویدیوهای قبل دیده باشید یه مقدار الگوریتمای تشخیص متن وقتی پلاک چرخیده از یه ذره متن رو بدتر تشخیص میدن. پس میایم پلاک رو صاف میکنیم با استفاده از این دستورها. ببینید اینجا تو این تصویر خطا رو تشخیص داده و با قرمز مشخص کرده و بعد تشخیص داده که 8 درجه چرخیده، منفی 8 درجه، و بعد اینکه چرخوندیم صاف شده، اینجوری شده. بعد یه بار دیگه هم حالا آوردم دوباره خطاشو تشخیص دادم و به همون اندازه برش دادم و یه پلاک خوب داریم الان. پس این قسمت کد، یعنی در واقع این چند خط کد و اون تابه هایی که تعریف کردم، میاد یک پلاک اینجوری رو تبدیل به یه پلاک اینجوری میکنه. خب خیلی مهمه.
پس این از این، و من میخوام الان یک کدی بنویسم که بیاد یه سری تصاویر به این صورت، تصاویر نمونه رو بگیره، صافشون کنه، بعد با 3-4 تا روش بیایم OCRش کنیم، ببینیم کدوم از جمله روش خودمون و ببینیم کدوم بهتر جواب میده. بچه اون مدلی که گفتم ترین کردم، یه کدی براش نوشتم که میاد اون عکس پلاک رو میگیره و با این درصدها میاد حروف رو، حروف و رقمها رو جدا میکنه. ببینید الان میگم که بیا از اون عکسمون ببر از اینجا تا اینجا حرف اول، بعد append کن به plate letters و این الان یک لیستی میشه از اون عکس های لترهای مختلف. چجوریه؟ ببینید الان من اینو تیکه تیکه کردم به 6 9 7 9 5 6. ببینید اینو الان اومد حروف مختلفش رو جدا کرد. حالا ما میتونیم اینو با استفاده از اون مدلی که ترین کردیم هر کدوم از اینها رو جدا جدا پردیکت کنیم. ببینید من توی کولاب رانش کردم، اینم ایمپورت کردم، بعد این پلیت لترز هم که مجموعه 8 تا عکس 28x28 چون ریسایزشون کردم که بتونیم به این مدلمون، این مدلمون روی عکس 28x28 ترین شده بود و پردیکشن با استفاده از پردیکت پردیکشن ها رو بده. پردیکشن ها برای هر عکس یک پردیکشن میده و به این صورت پردیکشن هامون، چون برای هر کدوم از کلاس ها یه خروجی میده، ما با استفاده از دستور np argmax میتونیم ببینیم که برای هر کدوم از عکس ها یا برای هر کدوم از عدد ها کدوم کلاس رو پیش بینی کرده و اینجوری خروجی بدیم و قابل تفسیرش کنیم. ببینید الان با مدلی که من ترین کردم، با عکس های کمی که من ترین کردم، یکی دو تاشو درست تشخیص میده. ببینید مثلا خیلی خوب تشخیص نداده، بیشتر اشتباه تشخیص داده، اما این یه روشیه که قابلیت به نظر من بهبود داره. حالا من فرصت نداشتم که عکسای بیشتری جمع آوری کنم، عکسای واقعی تری، ولی شما قطعا میتونید بهبود بدید این روش رو و به مدلی تبدیل کنید که خیلی دقیق تشخیص بده پلاک ماشین رو. حالا من تو این ویدیو همه ابزار لازم برای کار تشخیص پلاک ماشین رو انجام دادم، شما میتونید هر کدوم از روشایی که یاد دادم و استفاده کنید. خب ایزی او سی آر راحت ترینشه، ولی دیگه جای مانور ندارین که اگه جایی مشکل داره بهبودش بدین. ولی این روش خب میتونید یه ذره مطمئن ترش کنید، یه ذره دیتا ستتون رو قوی تر کنید و یک مدل قوی تر ترین کنید و در نهایت یک عکس پلاک رو بخونید یا از آبجکت دیتکتورتون اکسپورت کنید بگیرید و مثل این کدی که اینجا داشتیم، تنها کاری که میکنید اینجا به جای مثلا دستور پای تسرکت یا دستور ایزی او سی آر، دستور اون فانکشن او سی آر دیتکتور خودتون میذارید. حالا میگم خیلی جای کار داره، ولی فقط ابزارش رو بهتون نشون دادم که بدونید چی کار میتونید بکنید و به نظر من خیلی پتانسیل داره. من واقعا بیشتر از این وقت نداشتم که روی این قسمتش وقت بذارم، کارای پروژه و مقاله زیاد دارم اینور، ولی به نظر من شما حتما میتونید روش کار کنید و بهبودش بدید. خب من توی لینک ویدیو دیسکریپشن لینک کدها، لینک هایی که معرفی کردم و همه دیتا ست ها رو میذارم. حالا اگه تو زمان دیدن این ویدیو توی دیسکریپشن نبود، تا یه هفته حتما میذارم، حتما یه هفته 10 روز دیگه چک کنید، چون یه ذره جمع‌بندی کردنشون زمان میبره. یه نکته هم که هست، یه سریتون میگین که یک پروژه رو 0 تا 100ش رو کامل برای ما بذار. ببینید اگه من یک پروژه کد آماده 0 تا 100ش رو بذارم، شما همینجوری میای میزنی ران 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 انجام میشه، همه کارا براتون انجام میشه، هیچی یاد نمیگیرید. ولی اگه اون ابزارش رو یاد بگیرید، ابزارش رو یاد بگیرید که هر کدوم چیکار میکنه و خودتون سعی کنید اونا رو کنار هم بذارید و با هم تلاش کنید که کار کنید، اون موقع است که پایتون و دیپ لرنینگ رو یاد میگیرید. اگه خودتون نتونید اونا رو کنار هم بذارید، ازشون استفاده کنید، اون موقع واقعا
اسمتون رو نمیشه گذاشت یک مهندس دیپ لرنینگ، مهندس پردازش تصویر، و باید اینا رو یاد بگیرید. انقدر سر و کله بزنید، ممکنه یه هفته درگیرش باشید، دو هفته درگیرش باشید، اما بتونید نهایتاً و خیلی چیزا تو اون پروسه یاد میگیرید. بر همین من 0 تا 100ش رو نمیذارم. اون ابزاری که طی این ویدیو یاد دادم، حالا تا یه جایی واقعا 0 تا 100 بود. این آخرش یه سری جداگانه یه سری چیزایی گفتم که اگه خواستید اونا رو ایمپلیمنت کنید میتونید. خب پس این کدا رو میذارم توی دیسکریپشن. امیدوارم براتون مفید بوده باشه، یه چیزایی یاد گرفته باشید. اگه براتون مفید بود حتما لایک کنید و سابسکرایب اگه نکردید سابسکرایب کنید، و امیدوارم بتونید ازش خوب استفاده کنید. ممنون، فعلا تا ویدیوهای بعد، خدافظ.